ماندانا همسر خوب و عزیز من، مهربون، فداکار، این که امروز بهت زنگ زدم بلنشی بیای بیمارستان حتما یه کار مهمی باهات داشتم. فقط خواهش میکنم وسط حرفم نپر، میدونی که من ناراحت میشم. یه چیزی رو میخواستم بهت بگم. من واقعا این 5 سالی که تو صبر کردی تا من برم کشور خارج و دکتر بشم رو همیشه، این برای من همیشه خیلی ارزشمند بوده و خیلی زیبا بوده. صبر یک دختری که دوست داره آیندهش ساخته بشه، این ارزشمنده برای من عزیزم. میدونم که سختی کشیدی، ولی در عوض منم دیگه اون جوون چاق علاف بیکار نیستم، یه پزشک شدم و اومدم. خیلی نمیخوام سرتو درد بیارم، برای همین زودتر، یعنی سریعتر میگم که اون کار مهمم چیه. منم به هر حال پزشکم، دوست دارم دیگه به احترام بذاری، این که دیگه طبیعیه، و تو هم همیشه مهربونی و این احترام به من میذاری. اگه من حلقه نامزدیمونو گم کردم، در عوض تو مرد رویاهاتو پیدا کردی. یا با این قضیه یه جوری کنار بیا، یا اگر نمیتونی کنار بیای من گزینه‌های دیگر رو بهش فکر کنم. نه، اینجوری که کلمو میکنه. به 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 دکتر عشقی. میبینم که عمل کردی و نشستی داری خودتو تقویت میکنی. سلام دکتر. سلام. بدبخت شدم. خب چی شده؟ به هر حال دکتر محرم اسرار، همه چیزو میتونی بهش بگی، دکتر زیبایی خصوصا. دکتر، حلقه نامزدیمو گم کردم. خب این خیلی ناراحتی نداره، میتونی خیلی منطقی و اصولی به نامزدت بگی. یه چند روز گریه میکنه، اخم و تخم میکنه، ترش میکنه، ناراحتی میکنه، بعد چند روز عادت میکنه. بالاخره تفاهم باید از یه جایی شروع بشه دیگه. بله شما درست میگین دکتر، من مانتانا رو خیلی دوست دارم، همسرمه. من فکر این که اون چقدر ناراحت میشه همین الان داره به قلبم فشار میاره دکتر. نه، اون احتمالاً معدت داره به قلبت فشار میاره، قلبت نیست. بعدم بی خودی چرا اینقدر حساس میشی؟ این حلقه نشد، یه حلقه دیگه. دکتر اون حلقه قدیمیه، مال اجداد ماندانا بوده، اصلا تابلوه، میفهمه، حلقه دیگه نمیشه. من اون حلقه رو تو فردا پیدا نکنم، هم جلوی ماندانا هم جلوی خانواده آبروم میره، کلن بدبخت میشه. خب برای این موضوع یه راه دارم. خوب گوش کن ببین چی میگم. خوب فکر کن ببین، یه زمانی کی، چه جوری، کجا، چی، تو یه چیزی به نامزدت دادی و او گمش کرده. بعد از همین نقطه ضعف استفاده کن، دست پیش بگیر. آقا بهروز، من واقعا خوشحالم، واقعا احساس خوشبختی. اختیار دارید، خوشبختی از ماست. آقا بهروز، من خیلی ممنونم که به خاطر من دارید میرید دکتری بخونید. خواهش میکنم، من خودم هم دوست داشتم دکتر بشم، دیگه بابا که فرمودن تصمیمم قطعی شد. نه، میخواستم بگم که من 5 سال برش هم میبینم، 5 سال. من بهتون قول میدم که تو این 5 سال تو فیلیپین اگه موقعیتشم پیش اومد خوشبخت نشم. ممنونتونم آقا بهروز. خواهش میکنم. میدونین شما میرین و منو پدرم با تک تک خودی رو دیدون میبینین. واقعا؟ شد داریم به من؟ نه بیرین.
دوتا بلیتایی که رفتیم سینما من و شما و بابا. بله بله گردشته دست شما در آخی یادش بخیر. آدم سیدم منی برخوردی جویدی. آره آدم سر جو جوش جویدی انداختم برداشتی. آره نگرد اینو ببین اون کامپلمه که اولین بار دست پاکت مامانو خوردی تو این بود. بیادش بخیر این کامپلمه دست شماست. مامانم هنوز دنبالش میگرده. بهروز عشقی جان عزیزم ببین حرفایی که تا الان زدیمو کلن فراموش کن. همه جا رو خوب گشتی؟ بله دکتر همه جا رو گشتم. خب بالاخره بیمارستان بزرگه به همم نمیتونستم بگم. پر میشه میفهمه ماندانا دیگه نمیدونم کجا رو باید بگم. ببین باید بیمارستان رو تقسیم بندی کنیم جاهای اضافی رو ولش کن. خب آخرین بار با حلقه کجا رفتی؟ الان میگم خدمت. ببینید ماندانا دم اتاق عمل حلقه رو به من داد. من رفتم تو عمل رو انجام دادم اومدم بیرون دیگه حلقه نبود. خب این که واضحه حتما تو اتاق عمل جا گذاشتی. خب دیگه دکتر من کل اتاق عمل رو گشتم مگر این که انداخته باشم توی شکم مریض. هم که دیگه از داره یعنی حلقه رو جا گذاشتی تو مریض؟ نمیدونم. بدبخت شدیم. برای چی؟ بیا دکتر. مبارکتون باشه به سلامتی مرخص شدین. سلامت باشین. خیلی ممنون. بله با اجازتون. کلیاتون مبارک باشه ایشالله چرخش براتون بچرخه. کاری باری کمکی چیزی نمیخواین؟ نه دیگه تموم شد. خیلی ممنون. از کار ما راضی بودین ایشالله؟ بله خانم راضی بودم. ملافاهاتون همه تمیز بود. رو بالشیتون بو نمیداد. خوب جارو کردیم. ته هم خوب کشیدی. دست شما در نک. بله همه چی خوب بود. ایشالله مبارک باشه. خیلی ممنون. من میدونم بی تجربم تا حالا کلی عمل نکرده. خیلی قابلی نداره. نخواهش اصلا این کارا چیه؟ قابلی نداره. خیلی زحمت کشیده. برای سرماخوردگی ساده است این. آها عمل کلیه عمل سنگینیه ها. آها جارو برقیش هم سنگینه. بله من کلیه مو عمل کردم خدمت شما. بله خدمت شما. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خدا به به مبارک باشه. خیلی ممنون. از سرویس های کافی شاپ که راضی بودید؟ بله بله خیلی. شاید براتون جالب باشه بدونید که قهوه های ما از بهترین برندهای خارجی تهیه شده. کیک های ما خونگیه. و غذاها با بهترین متریال ها پخته شده. بله. آب میوه ها همه تازه. آها خیلی ممنون. تو رو خدا راضی بودید؟ بله راضی بودم. خیلی ممنون. راضی راضی؟ بله راضی راضی. بله ببخشید من کم تجربه که چه ارز کنم بی تجربه. بله خدمت شما. تعارف میکنی؟ نه خدمت شما. مبارک باشه. خیلی ممنون. بله همراهان شما را غیر از ساعت ملاقات راه دادم. بله بله ماشین را بر جای پارک کرده بودین. بله صدای من در نیومد. همراهان شما آسانسور بالا پایین می کردن کتکشون نزدم. بله در اتاق عمل به شما روحیه دادم. بله خارج از اتاق عمل شما را کل گرفته و این طرف و اون طرف بردم. مبارک باشین. خیلی ممنون. بله 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 حتما. بله 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 خواهش میکنم. بله 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 تمام میکنم.
باش. مبارک باشه. همکاران عزیز، لطفاً از دخالت در زندگی شخصی دیگران پرهیز کنید. آمون علیکم. سلام علیکم. به به نه به 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 مبارکت باشه. سلامت باشی. خدمات بیمارستان من راضی بودی؟ بله 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 خیلی راضی بود. ببین نمیدونم میدونی یا نمیدونی، اینجی کلیش باس ماست. یعنی این خدماتی که ما الان خدمت شما ارائه کردیم کاری ماست. این کیفیت خدماتی که شما ملاحظه فرمودید وظیفه ماست. یعنی در اصل این حال خوشی که الان شما حالت خوشه، این نتیجه زحماتی ماست. شیرینی ترخیص شما حق ماست، سهم ماست. آها، یعنی من باید به مالک بیمارستانم شیرینی بدم؟ خب این دیگه کرم شماست. آه بله، خواهش میکنم، مبارکتون. چیره ببخشید، کمه واقعا ناقابله. این دو تیش کن. پول بنزینم آخه باید بزنم. بس شما درد نکنه، من میخواستم شما رو تا دم صندوق بیمارستان مشایعت کنم. دون زحمت میشه. نه دست شما درد نکنه. بفرمایید. دون شما بفرمایید. بفرمایید. سلام عرض میکنم خانم. سلام. عذرخواهی میکنم، خیس بشه به نپاشه. ببین یه مریض امروز اومده اینجا یه عکس گرفته، ممکنه اون عکس رو لطف کنید؟ نه آقا، عکسای بیمار اینجا دست ما امانته، ما نمیتونیم به کسی بدیم، مسئولیت داره. بعد تازه ممکنه خودش هم راضی نباشه، بعد فکر کنی فردا دست کسی بیفته چی میشه؟ دست کسی بیفته چی خانم؟ ما پزشکش هستیم، اصلا راضی هستن عکس رو لطف کنید. ما ببینیم. اینم حرفیه. بفهمید اون وقت دکتر نپاشه. اسم بیمار چی بوده؟ خانم این بیمارستان کلن یه مریض بیشتر نداره، اسم بیمار چیه؟ راست میگید. بله بله. برید اون بر. خیست داشت. خانم من کلیه مریض رو عمل کردم، شما عکس صورتش گرفتین؟ نه اینکه عکس جمجمه خودمه، این کلیه بیمار اون گوشه اون پشته، اینو سلفی گرفتم. چطوره؟ سلفی گرفتن؟ یادگاری گرفتی؟ عکس از کلیهش نگرفتین اصلا؟ نه چرا، پورتری کلیه رو که دادم آقای سولت برد. آه این همون عکس است که سولت داشت. یه عکس. بله دست دو درست آقا، دست آقای سولته. بله اینجا بله. همه چیز رو نظمه دوست. فقط دو تا لکه روش داشت که منم با فتوشاپ حذف کردم، تمیز کردم همه رو. لکه ها چه شکلی بود خانم؟ لکه مثل دایره بود، مثلا مثل حلقه. یعنی تو حلقه رو توی بیمار جا گذاشتی؟ شل بودی از اره دکتر، شاید افتاده اونجا. یا مکعبم بود، شبیه جعبه. یعنی تو جعبه حلقه رم توی مریض جا گذاشتی؟ دکتر ببخشید، این تو بدنش اینا هضم نشن یه موقع. خیلی ممنون. گم شو. ببخشید رمزتون؟ چهار دو یک. خیلی معذرت میخوام، موجودیتون کافی نیست. نه نه نه، اگه 600 هزار تومان بشه خب هست.
نخه فکر کنم صفرا رو شما کم شمردید آقای عزیز. نه آخ آخ ببخشید اگه 6 میلیون تومان باشه که من 2 تومان کم میارم. 6 میلیون تومان باشه 2 تومان کم میاری؟ اون چشمات وا کن نگاه کن صفراش درست نسبت چه آدمیزاد بشمار. 60 میلیون تومانه. 60 میلیون تومان؟ بله آقا من 60 میلیون تومان؟ من از این پولا ندارم آقا، از کجا میارم؟ اینجی ندیرم و نمیدونم و نمیخوام و این چیزا نداریم. کارت دیگه داری بردار رو کن بینیم. نداری سند ماشینی، خونه ای، ویلا ای، چیزی بز اینجی کار ما را بنده. آقا سند ماشینم کجاست؟ پول دیگه هم کجا بوده؟ آقا اصلا پرونده پزشکی منو بدین. پرونده پزشکی که من نمیدونیم دست مریض بدیمون. صورت حسابشو بنده جلاش. هیچی نباشه 4 متر صورت حساب هی یا نه متری 15 تومن حساب کن چقدر میشه؟ میشه 60 میلیون دیگه. آقا من پول ندارم. آقا من داشتم برفتم دستشویی. من داشتم دستشویی، حالا باید 60 میلیون تومن پول بدم؟ میخواستی اون موقع چشما کورت وا کنی؟ میخوای لنگت بذاری باست دست به آب توی بیمارستان فوق تخصصی؟ بفهمی کجی داری میای؟ میای توی همچین منطقه تو بیمارستان فوق تخصصی باید پول چی بیادی؟ آقا من شکایت میکنم، حالا زنگ میزنم. شماره آقا شکایت جهندم درک بده شماره شو میدم بگیرم برات. بیا شکایت میکنم. بله بیا اب نداره شکایت کن. بگی بچهش آمنالیکم. آقا این مسخره بازی چیه؟ چطور؟ آقا من اومدم برم دستشویی، بعد منو گرفتن، الان میگه 60 میلیون تومان باید پول بدی. هر چی میگم بگو چش. چی؟ آقا الو شکایت کردی؟ بله. حال ببین چه کارت شکایت میکنم. حال ببین چه کارت میکنم. کمک آقا. آقا دکتر. آقا دکتر سلام علیکم. ببخشید اینجا چه خبره؟ چمچرا مرگه، نمیدونم این پول نادیره. آقای دکتر به داده من برسید. اینو دادم به من میگن 60 میلیون تومان. آقای دکتر من باید دستشویی داشتم. مخصوصا من دستشویی. مشکل هستی دارین چی کار میکنین؟ چرا اینجا رو به هم میریزین؟ خانم ببخشید این مریضی که اینجا بستری بود که اون مریض مرخص شد رفت. مرخص شد دکتر بود. پنج شیش میلیون تومان. بعد من بلند شدم اومدم تهران پیش برادرام گفتم شاید یه کاری پیدا بکنم. کار پیدا نشد. واقعا نمیدونستم چه خاکی باید تو سرم بذارم. ببین این نهر من غریبم بازیار باس مادر نه یارو با من گوشه من این حرفا پر است. و خب من خدمتتون عرض بکنم که مثل این که دوستان ما تو حساب کتاب اشتباه کرده بودن من عذر میخوام از شما. طبق تعرفه‌های پزشکی هزینه‌ای که شما باید برای بیمارستان داروها و جراحیتون بپردازید 5 میلیون و 700 هزار تومان هستش که بنده از جناب آقای دکتر کاشف تقاضا میکنم هزینه جراحی از شما دریافت نکنم. هر چقدر مقدوره بپردازید. خیلی ممنونم واقعا خدا خیرتون بده. پس من برم با عزت. بس اینجی بینه کجی بره؟ اینجی وای میسته 5 میلیون تومان بده بره. بگم مال اموال ما سر را آوردم. نه اموه اموه سالت اینجی بینم. آقای زهتاب اگر یک کلمه حرف زیادی دیگه بزنی تمام تخلفات پزشکی مالی تو گزارش میکنم به آقای شیرازی که بیاد اینجا تکلیف من تو رو با هم روشن کنه. اموه سالت نه یا قلبم مال بخوردن پول بخوردن همه دارای آبرد برم ده ببریم ایشونو اورژانس یه آرام بخش بهش بزنیم. نه 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 ببریم آرام بخشه گلگاف زبا آرام بخشه هرچی هست یه سنبوزی بیشتی بهش بدیم. برم خیلی عوضی کنم از شما ببخشید. من تحتیل پرداخته اینا رو سپاس رو بذارم باید. قربان خیلی ممنونم. خواهش میکنم شاید که سلامت باشی. خیلی ممنونم. خانم خدا بسما خیلی زحمت دادم. اینشالله جبران کنم. اینشالله همیشه سالم و سلامت باشی. بچرخ جانم
بچرخ. بریم. نه جان دل قربونت برم نانازه جان مگوره نه کن دیگه خیلی خوب بسته حالم هم خورد فقط بگین چیه هیچی عزیزم ما اومدیم یه دقیقه خودت نزدیک ببینیم یه تشکری کنیم بریم همین برای چی؟ چقدر خوب عمل شدی کلیت درد نکنه اصلا اونو که نگو یعنی چه کلیه ای به به چه آرامشی داری تو چه کلیه ای داری به به کلیه خودته یا دست بهش زدی نه مال خودمه چطور؟ دلم براش تنگ شده میشه یه بار دیگه ببینم کلیتو نه آقا من اصلا ولم کنم میخوام برم آقا کجا بری عزیزم؟ من زنگ زدم چند تا خبره کار بیان رخ کلیتو از نزدیک ببینم من میگم دکتر دیگه بقیه حرفامونو بریم تو اتاق عمل بزنیم بریم نه آقا هر کی هر حرفی داره همینجا بزنه من اتاق عمل بیا نیستم کاریت نداریم عزیزم فقط میخوایم حرف بزنیم آره یه دقیقه میریم تو اتاق عمل من اصلا یه آلبوم دارم دکتر توش پور کلیه هست انقدر خوشگل یه کلیه هست بنفشه چش داره دروغ میگی میخوای عملم کنی عزیزم گوش کن با دوتا انگشت بخیه رو میشکافیم بعد با دوتا انگشت شکم رو باز میکنیم بعد با دوتا انگشت توک کلیه رو میدیم دوباره بالا بعدش با دوتا انگشت پره های کلیه رو میبندیم بعد با دوتا انگشت میدوزیم بره به 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 دکتر اگه انگشت کم آوردیم بگم بچه ها بیان نمیخواد آقای دکتر انگشت تو بذار تو جیبت من اتاق عمل بیا نیستم آقا. عزیزم نمیخوای کلیه به این زیبایی رو بدی مطالعه روش بکنیم یعنی نمیخوای یه باری از رو دوش سیستم آموزشی کشور برداری به به دکتر من خودم یه باری از رو سیستم آموزشی کشور برداشتم مهره 6 و 7 هم زد بیرون پسوردا کلیت تو تاریخ علم پزشکی ثبت میشه یعنی میگن علم 3 پایه داشت بقراط پاستور کلیه تو آقا عجب گیری افتادم من نمیخوام عمل شم من میخوام برم کجا بری عزیزم ببین عزیزم من از این دکتر یارگیرام ها مریض از بغلم رد چه کلیهش رد نمیشه آقا اصلا بریم بگیم مدیر بیمارستان بیاد من فقط با آقای دکتر صحرایی صحبت میکنم عزیزم به دکتر صحرایی چه کار داری ما خودمون دوستانه این مشکل رو حل میکنیم نه دکتر صحرایی ببین بگیر حلقو بگیر ببین خودمون ما این مشکل رو دوستانه بین خودمون حل میکنیم مثلا لازم نیست میگم دکتر صحرایی رو چیکار کنیم نمیدونم حال فیلمش چی ها؟ این فیلم یک سری از معروفترین اشتباهات پزشکی که در جهان انجام شده وقت کجش خنده داره؟ حالا تو طول فیلم میبینین دکترها به اشتباه کدوم وسایلشون رو کجاهای مریضا جا میذارن اون خنده داره یعنی میگم این فیلم ها پایان باز هه اونا که نیستش یعنی آخرش تکلیف ها روشنا میشه که بله آخرش تکلیف ها روشنا میشه الان ملاحظه میکرد سلام علیکم خسته نباشید چه خبره های دکتر اینجا شما اجازه بدین الان معلوم میشه یه لحظه بفرمین خانم دلدار بفرم آیا میدانستید در جهان همه ساله 1000 نفر جان خود را از اشتباهات پزشکی که رخ میدهد در اتاق عمل یا با تجویز دارو از دست میدهند؟ بله. آیا میدانید ویلی کینگ در سال 1935 به خاطر مشکل پای چپش مجبور شد آن را قطع کند ولی تیم جراحان به اشتباه پای راست او را قطع کردند؟ آقا سوزا
میفرمودین بله. در سال 2000 رونالدو چرچ برای برداشتن تومور سرطانی داخل شکمش به بیمارستانی در واشنگتن مراجعه کرد، اما تیم جراحان امبور 33 سانتی را در شکم او جا نهادند. خیلی عذر میخوام از حضورتون، ببخشید، ولی این گفتار متنتون خیلی هماهنگی با تصاویر نداشت، چیزی که من البته دیدم، ببخشید. به دلیل اینکه اتفاقات اتاق عمل جزء حریم بیمار محسوب میشه، تصاویر کاملی از اون در آرشیو موجود نیست. بله متوجه شدم، ولی به هر حال نداشت تصاویر. بله بله. نه البته ببینیم اون رو ببینیم چی میشه تش. در آخر میبینیم در آلمان همه ساله 500 نفر جان خود را به خاطر اشتباهات پزشکی از جمله جانهادن ابزار در شکم از دست میدهند. خیلی عجیبه. به هر حال دستتون درد نکنه، خیلی فیلم مفیدی بود. منتها مناسبتش چیه آقای دکتر؟ هیچی، فقط میخواستیم که شما بدونید در هر جای دنیا، در هر بیمارستانی، هر پزشکی در واقع اشتباهات پزشکی مرتکب میشه و این در واقع یه چیز طبیعی. در واقع اینجام هر بیمارستانیه، منم هر پزشکیم و هر پزشکیم اشتباهی میکنه و اون اشتباه من توی همین بیمارستان موقع عمل، من به عنوان یه هر پزشکی برم جا انداختم، یعنی حلقم جا مونده توی شکم مریض داشتم عمل میکردم. بلایی سر شما آوردن؟ هیچی، فقط هایی میخواستن منو ببرن اتاق عمل. دستشون بشکنه، الان کجا درد میکنه؟ هیچ جا. مگه میشه؟ باید بدنت یه تیری بکشه. نه آقای دکتر، هیچ دردی نداری؟ نه نه باقی باقی سرگیجه، تهوع، استفراغ، سردرد؟ نه هیچ. اصلا مگه امکان داره تو بیمارستان من، تو بیمارستان که تحت مدیریت داره؟ آقای دکتر خواهش میکنم شما خون سرد باشین. آقای دکتر خون سرد باشه، تو از هیچی خبر نداری؟ مردن تو اتاق عمل حلقه ای نامزدیشو تو تو جا گذاشته. بس به همین خاطر هی میگن بریم اتاق عمل؟ به خاطر همین میخواست دوباره ببره من خیاطو با کنه. ببین آقای دکتر، ببین ادرال اتفاقی که افتاده شما چی افتاده؟ آقا کلیه عفونت میکنه، میزنه به خون، خون عفونی. من قول میدم، من هیچیم نمیشه آقای دکتر، من بنیم خیلی قویه. قول میدم. قول میدی خوب بشی؟ آره آره قول میدی تاج سر بیمارستان ما باشی، به سلامت بری؟ قول میدی منو حلالم کنی آقای دکتر؟ پرستار، پرستار تحمل نداری؟ بهشون یه آرام بخش میزنی، مایات زیاد بخورم بابا شما رفت دیدی ببرش هوا خوری تهوع نداری بابا حالت تهوع نداری؟ نه. سرگیجه؟ نه. سردرد؟ نه. کلیه؟ نه. حالت تهوع نداری؟ نه خانم، گفتم که سرابه پکون حرف خوشگل خوشگل که بر دل من میزدی. بیمارستان بزنیمون پول پارو میکنیمونو، الان پول تو مریض است و یه عمل جراحی بکنیمون با پولش ال میکنیمونو بل میکنیم. این بو جوابت مینان من؟ آره من هنوز سر حرفم هستم، فقط باید یکم صبر کنی. صبر بکنم که چطور بشه؟ سب بکنم که انگشتر جا بذارید به تو اشکم مریض که حال باس من تاخچه بالا گذاشته میگه تا من پولمو دوبار دوبار ازتون نگیرم نمیذارم در اشکم باز. و ای خاک به تون سرت بکنم عزیز من. انقدر هرس نخور، میدونی استرس چقدر برای پوستت بده. یه عمر آزگار به تو زمین ها بابام کار کردم، آب تو دلم تکون نخورد، کس نازکتر از گل بهم نگفت. حال بلند شدم با چه امید آرزوی بلند شدم اومدم تو این خراب شده. ببین چه به سر من آورده وقتی اومده.
گل. گل چی چی؟ گل. میگم گل چی چی؟ نازکتر از گل. ولش کن. میگم من که دارم همه تلاشمو میکنم. یکم دیگه صبر کنی. اینجا پول این آبشار سرریز میکنه. من نمیدونم دیگه. خسته شدم. نیه مریض درست حسابی واسم آوردیدون، نیه عمل جراحی درست حسابی انجام، من خسته شدم. نیه مسافرتی قنوات گرفتم تو این خراب شده، نمیدونم تحمل کنم، کمرم تا شده، نمیدونم راست شم. هی اوقات تلخی کن، کوفتمون شد. خوب کف بیمارستان بگو به خندت باس دیگرونه، اوقات تلخیت میاری باس من. این که در نزده اومه تو. سلام. سلام علیکم عزیزم، معذرت میخوام، چیزی شده؟ والا یه بشقاب دارم دورچین، به وسطش خالی، یه غذای چیزی بذاری وسط بود. باش بر بیرون بینه، باش بر بیرون، باش بر بیرون. اجازه بدید از همین غذا به شکم بدیم برای من. چی چی؟ بیشین بیشین سر جد بینم. آقا من فردا غذا درست حسابی نخورم جون عمل کردن ندارم و نه عمل نمیشم اصلا کلا. یه فکری به حال من بکن، من باید عمل شم. شما که اون حلقه رو گذاشتی تو شکمم، یه غذایی هم بذاریم وسط، وسط بوشخان من چیزی بخورم. همین استیکو بدیم بهش بره. بیا همین استیکو بدیم بره. بریم. این خوب، این گوشت گرده خوب. نمیذارم، من نمیذارم این غذا رو کوف بکنه. باش آقا، من میرم الان دو پرس کوبیده میخورم، بعد تا صبحم رو کلیم دراز میکشم. صبحم بیدارشتم دو تا پشتک روش میذارم، اونم شما حلقه رو پیدا کن. عزیزم بیا گوش کن، گوش کن، بلند نشو، بلند نشو، بیا اینجا، بیار اینجا. نه. گوش کن میگم. نه. میگم گوش کن به من، من دکترم، گوش کن. بیا برو این استیکو بخور. این چنگالم، این چنگال تمیزم ایده. بیا از زمین چاقو برام ببر تمیزم. سب خیلی خب همچین اکی میکنی با اینا، من پس فردا این پر رو بشه، من جواب شو چی چی بدم؟ این دیگه میدونم جمجورش بکنم، پول میدونم از دستی میگیرم. این لیوان دوغ و بخور، کلن بشوره ببرتت. نمیخوام. نمیخوام. Thank you.